شمار از فامیل های قربانیان که قاربشان توسط اساکر امریکایی در 17 سنبله سال جاری در میدان هوایی کابل و رگبار بسته شدن خواهان پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده امریکا شدند. هم اسناده خود گرفته رفتن میدان هوایی در اونجا عملات انتحاری شده بود و شورمد عملات انتحاری شهید نشد. همراه مرمی دشانهش خورده بود، از قلبش بر آمده بود. همونجا شهید شد. دیگه ما از دولت امریکا هم میخواهشم از که اولادای ما بی سرپرست سن سالشان خورد و خودم یه خانم جوان و بیکار. در کنج خانه هیچ چیز از دست ما بر ننیه برشان. یه گاینده بر اولاد ما بسازن که اولادای ما بسیار سن سال خورد داره. بچه کلان ما 8 ساله است و خورد ما 1 ساله است. خودم هم خانم خانه هیچ. روزی همکارایش برش تلفن کشیدن که اصادای تا گرفته بیاد میدان که زمینه مساعد است برای سفرتان که شما را انتقال بیتا چون کاربند میدان هوایی بودین امرای خارجی ها کار کردین. بچه ها که ما رفت ساعت 2 بجه بود که از خانه بر آمد با استادا و او تحصیل نام و تصدیق نام هایی که از قوای خارجی داشت امرای خود برد. ساعت 4 و 5 بجه اطلاع برای ما رسید که بچه تان زخمی شده. وقتی که بچه خورد ما رفت به میدان هوایی که شهید شده بود. این معترضین میگویند پس از آن که حمله انتحاری در دروازه ورودی میدان هوایی کابل رخ داد، نیروهای آمریکایی بالای افراد ملکی شلیک کردند و آنان را به قتل رساندند. برای ما که قطعه خارجا کار کرده بودیم، ما را زنگ زدند که ما میدان هستیم بیاین و دیگه اگه برابر شا اسنادتون بیاره که بریم طرف خارج. دیگه ما از اینجا رفتیم با تعداد با همراه فامیلمون، یک خواهرمون که به نام منیژه بود، دیگه یه همراهمون بود. وقتی که انتحاری شد، اثر انتحاری کلام آسیبی ندیدیم. وقتی که میخواستیم که برگشت کنیم، گرز گرز مردم شد به اثر تیراندازی که دیگه امریکایی ها کردن. دیگه مخواهر ما چی شد؟ مرمی خورد در فرقش، از این طرفش خورد به سرنش برآمد. اما امریکا تا هنوز درباره پرداخت غرامت به این خانواده ها چیز نگفته است. شمار از فامیل های قربانیان که قاربشان توسط اساکر امریکایی در 17 سنبله سال جاری در میدان هوایی کابل و رگبار بسته شدن خواهان پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده امریکا شدند. هم اسناده خود گرفته رفتن میدان هوایی، در اونجا عملات انتحاری شده بود و شورمد عملات انتحاری شهید نشد. همراه مرمی دشانهش خورده بود، از قلبش بر آمده بود. همونجا شهید شد. دیگه ما از دولت امریکا هم میخواهشم از که اولادای ما بی سرپرست سن سالشان خورد و خودم یه خانم جوان و بیکار. در کنج خانه هیچ چیز از دست ما بر ننیه برشان. یه گاینده بر اولاد ما بسازن که اولادای ما بسیار سن سال خورد داره. بچه کلان ما 8 ساله است و خورد ما 1 ساله است. خودم هم خانم خانه هیچ. روزی همکارایش برش تلفن کشیدن که اصادای تا گرفته بیاد میدان که زمینه مساعد است برای سفرتان که شما را انتقال بیتا چون کاربند میدان هوایی بودین امرای خارجی ها کار کردین. بچه ها که ما رفت ساعت 2 بجه بود که از خانه بر آمد با استادا و او تحصیل نام و تصدیق نام هایی که از قوای خارجی داشت امرای خود برد. ساعت 4 و 5 بجه اطلاع برای ما رسید که بچه تان زخمی شده. وقتی که بچه خورد ما رفت به میدان هوایی که شهید شده بود. این معترضین میگویند پس از آن که حمله انتحاری در دروازه ورودی میدان هوایی کابل رخ داد، نیروهای امریکایی بالای افراد ملکی شلیک کردند و آنان را به قتل رساندند. برای ما که قطعه خارجی کار کرده بودیم، ما را زنگ زدند که ما میدان هستیم بیاین و دیگه اگه برابر شا اسنادتون بیاره که بریم طرف خارج. دیگه ما از اینجا رفتیم با تعداد با همراه فامیلمون، یک خواهرمون که به نام منیژه بود، دیگه یه همراهمون بود. وقتی که انتحاری شد، اثر انتحاری کلام آسیبی ندیدیم. وقتی که میخواستیم که برگشت کنیم، گرز گرز مردم شد به اثر تیراندازی که دیگه امریکایی ها کردن. دیگه مخواهر ما چی شد؟ مرمی خورد در فرقش، از این طرفش خورد به سرنش برآمد. اما امریکا تا هنوز درباره پرداخت غرامت به این خانواده ها چیز نگفته است. شمار از فامیل های قربانیان که قاربشان توسط اساکر امریکایی در 17 سنبله سال جاری در میدان هوایی کابل و رگبار بسته شدن خواهان پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده امریکا شدند. هم اسناده خود گرفته رفتن میدان هوایی، در اونجا عملات انتحاری شده بود و شورمد عملات انتحاری شهید نشد. همراه مرمی دشانهش خورده بود، از قلبش بر آمده بود. همونجا شهید شد. دیگه ما از
دولت امریکا هم میخواهشم است که اولادای ما بی سرپرست سن سالشان خورد و خودم یک خانم جوان و بیکار در کنج خانه هیچ چیز از دست ما بر نمیه برشان یک آینده بر اولاد ما بسازن که اولادای ما بسیار سن سال خورد داره بچه کلان ما 8 ساله است و خورد ما 1 ساله است خودم هم خانم خانه هیچ روزی هم کارایش برش تلفن کشیدن که اصلاحی تا گرفته بیاد میدان که زمینه مساعد است برای سفرتان که شما را انتقال بیتا چون کاربند میدان هوایی بودین امرای خارجی ها کار کردین بچه ها که ما رفت ساعت 2 بجه بود که از خانه بر آمد با استادا و امو تصدیق نام ها و تصدیق نام هایی که از قوای خارجی داشت امرای خود برد ساعت 4 و 5 بجه اطلاع برای ما رسید که بچه تان زخمی شده وقتی که بچه خورد ما رفت به میدان هوایی که شهید شده بود این معترضین میگویند پس از آن که حمله انتحاری در دروازه ورودی میدان هوایی کابل رخ داد نیروهای آمریکایی بالای افراد ملکی شلیک کردند و آنان را به قتل رساندند برای ما که قطعه خارجی کار کرده بودیم ما را زنگ زدند که ما میدان هستیم بیاین و دیگه اگه برابر شا اسنادتون بیاره که بریم طرف خارج دیگه ما از اینجا رفتیم به همراه فامیلمون یک خواهرمون که به نام منیژه بود دیگه یه همراهمون بود وقتی که انتحاری شد در اثر انتحاری کلام آسیبی ندیدیم وقتی که میخواستیم که برگشت کنیم گریز گریز مردم شد در اثر تیراندازی که دیگه امریکایی ها کردن دیگه مخواهر ما چی شد مرمی خورد در فرقش از این طرفش خورد به سرنش برآمد اما امریکا تا هنوز درباره پرداخت غرامت به این خانواده ها چیز نگفته است شمار از فامیل های قربانیان که قاربشان توسط عساکر امریکایی در 17 سنبله سار جاری در میدان هوایی کابل و رگبار بسته شدن خواهان پرداخت غرامت از سوی ایالات متحده امریکا شدند. اما اسنادای خود گرفته رفتن میدان هوایی در اونجا عملات انتحاری شده بود و شورمد عملات انتحاری شهید نشد. همراه مرمی دشانیش خورده بود از قلبش بر آمده بود. همونجا شهید شد. دیگه ما از دولت امریکا هم میخواهشم است که اولادای ما بی سرپرست سن سالشان خورد و خودم یک خانم جوان و بیکار در کنج خانه هیچ چیز از دست ما بر نمیه برشان یک آینده بر اولاد ما بسازن که اولادای ما بسیار سن سال خورد داره بچه کلان ما 8 ساله است و خورد ما 1 ساله است خودم هم خانم خانه هیچ روزی هم کارایش برش تلفن کشیدن که اصلاحی تا گرفته بیاد میدان که زمینه مساعد است برای سفرتان که شما را انتقال بیتا چون کاربند میدان هوایی بودین امرای خارجی ها کار کردین بچه ها که ما رفت ساعت 2 بجه بود که از خانه بر آمد با استادا و امو تصدیق نام ها و تصدیق نام هایی که از قوای خارجی داشت امرای خود برد ساعت 4 و 5 بجه اطلاع برای ما رسید که بچه تان زخمی شده وقتی که بچه خورد ما رفت به میدان هوایی که شهید شده بود این معترضین میگویند پس از آن که حمله انتحاری در دروازه ورودی میدان هوایی کابل رخ داد نیروهای آمریکایی بالای افراد ملکی شلیک کردند و آنان را به قتل رساندند برای ما که قطعه خارجی کار کرده بودیم ما را زنگ زدند که ما میدان هستیم بیاین و دیگه اگه برابر شا اسنادتون بیاره که بریم طرف خارج دیگه ما از اینجا رفتیم به همراه فامیلمون یک خواهرمون که به نام منیژه بود دیگه یه همراهمون بود وقتی که انتحاری شد در اثر انتحاری کلام آسیبی ندیدیم وقتی که میخواستیم که برگشت کنیم گریز گریز مردم شد در اثر تیراندازی که دیگه امریکایی ها کردن دیگه مخواهر ما چی شد مرمی خورد در فرقش از این طرفش خورد به سرنش برآمد اما امریکا تا هنوز درباره پرداخت غرامت به این خانواده ها چیز نگفته است